فردای اون روزی که توماش دستگیر شد، فردای 30 اکتبر، با تمام رسانه های فرانسوی، معتبر فرانسوی تماس گرفتم و سعی کردم در تمام رسانه های فرانسوی صدای توماش باشم و از توماش حرف بزنم و اینم موفق شدم. برای که رسانه های معروفی مثل BFM TV، لو پاریزیان، لو موند، مدیاپارت، تمام اینا من با اونا اینترویو دادم و تونستم صدای توماش باشم. بعد از اون خیلی با کمپینی انترنسیونال بین المللی کار کردم با کمک اپینیون انترنسیونال که یه ارگانیسم حقوق بشره در فرانسه خیلی معروف، و به کمک این ارگانیسم ما نامه سرگشاده به جیل بایدن، بریجیت ماکرون و خیلی رپرها و شخصیت های معروف در دنیا فرستادیم و به اونا خبر دادیم، داستان توماج رو تعریف کردیم و گفتیم که توماج اصلا نباید دستگیر میشد برای آزادی بیانش و فقط برای اینکه هنرش رو انجام داد، هنرش هم که رپ بود. احساس کردیم بعد که میبایست واقعا یه بود قانونی برای این آزادی توماچ بدیم در خارج، و اونجا بود که با خواهرم دوستان تصمیم گرفتیم یک وکیل خیلی مشهور در فرانسه بگیریم. و اینی که جریانی که براتون میگم حدود اول ماه مارس بود و با وکیل ما یک پرونده شکایت از جمهوری اسلامی برای نقض تمام قانونهای حقوق بشر و برای دفاع توماچ به دادگاه لاهه رساندیم و این پرونده دقیقاً 22 ماه به دادگاه لاهه به سازمان بین‌المللی حقوق بشر ژنو رسیده شد. چند هفته پیش ما یه ایمیل دیگه دریافت کردیم که دادگاه لاهه به ما گفت که پرونده توماچ در حال بررسی هست در دادگاه لاهه. بعد از اون تصمیم گرفتیم که یک طوفانی انجام بدیم، اول در فرانسه که همه آزادی توماج رو بخوایم و آزادی تمام قهرمانمون که در زندانن درخواست بکنیم. از چند هفته پیش من از تمام کلکتیوهای فرانسه کمک خواستم که سعی کنیم در ماه می این تظاهرات رو انجام بدیم که همه با قدرت زیادی صدای توماج باشیم و صدامون به همه جا برسه. و اینجاست که اتحاد واقعا زیباست، برای اینکه تمام کلکتیوهای فرانسوی کمک کردن که بتونیم 14 می این تظاهرات انجام بشه تو 10 شهر بزرگ فرانسه. بلا من میتونم به شما بگم که لندن با ما پا میشه، این طوفان در لندن خواهد بود، در میلان خواهد بود، در لوکسامبورگ خواهد بود، در ژنو خواهد بود. امشب به من گفتن که استرالیا پا میشه همون تاریخ، کانادا میخواد پا بشه. و این شد که این تظاهرات و این طوفان برای توماج، آزادی توماج، 14 می داره دنیایی میشه در حقیقت. آیا امید به آزادی توماج نسبت به چند ماه گذشته بیشتر شده و به چه دلیلی توماج از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه بازپرسی در دادسرای اصفهان حضور داشت؟ ما ماهاست که داریم میگیم که توماج زیر شکنجه شدید بوده و هیچ درمان پزشکی نداشته و حالش بدتر و بدتر میشده و هنوزم درمان پزشکی نداشته. پس اینو ما دقیقا میتونیم حدس بزنیم چرا توماج با ویدیو کنفرانس در این دادگاه بوده. من خودم، خانواده که در خارج هستیم، ما امید نداریم. ما امروز، من به شما میگم، ما مطمئن هستیم که توماج آزاد خواهد شد. برای اینکه ما آنقدر سیاستمداران خارج رو زیر فشار گذاشتیم و خواهیم گذاشت که مطمئنیم با این تحت فشار توماج آزاد میشه. و این جمهوری اسلامی هیچ حقی نداره توماج رو در انفرادی بذاره بمونه و توماج این باز حتی یک ثانیه در انفرادی باشه، حتی یک ثانیه، بلکه توماج کاملا بیگناهه، هیچ گناهی نکرده، فقط هنرش رو انجام داده. و مسئله ما اینه که برای جمهوری اسلامی توماج شده سمبل آزادی بیان ایرانیان و فقط به همین دلیل توماج در انفرادی بوده و زیر شکنجه.
از شبنم خسروی پرسیدم فروکش کردن اعتراضات در ایران بر تلاش‌ها در خارج برای آزادی توماج تأثیر منفی گذاشته. جمهوری اسلامی اعدام میکنه که هموطنمون بترسن و ما اینو کاملا درک میکنیم. با اعدامشون این به این ترس میخوان سرکوب بکنن این تظاهراتو. این سرکوب کردن تظاهرات در داخل ایران دلیلیه که ما فشار بیشتر و بیشتری بذاریم از طریق بین المللی به دولت، به جمهوری اسلامی ایران. و شبنم خسروی توضیح میده چرا فکر میکنه توماج در قلب مردم ایران جای داره. تمام قهرمانمون و توماج که در زندان هستن، اونها آزادی خواه هستن و ما حتی نباید بگیم که زندانی سیاسی. آزادی خواهی یا آزادی بیان یک جرم نیست، هیچ ربطی به سیاست نداره و هیچ ربطی به هیچ حزبی نداره. برای همینه که توماج در قلب و روح تمام هموطنمون هست که از هر حزبی باشن، از هر جایی که باشن. فقط این بود پیام توماج. توماج صدای بی صدایان بود. توماج فقط مسائل و درد این ملت ایران رو گفت و درد زنان رو گفت و همین این و این ابدا جرم نیست. این یعنی آزادی خواه بودن.